یک یک جدا جدا حکم قرآن کریم مورد باور و تصدیق ما باید باشد. اگر از حکم جزئی قرآن کریم کسی منکر شود او کافر میشه. ما بارها در ابتدای دوره های تفسیری را بیان کردیم، قرآن کریم شکار مباح گفته و اذا حللتم فاصطادوا، امر کرده الله که شما شکار بکنید، مباح است براتون. الله بر ما رزق مقرر کرده، یک انسان بخیزه بگویه که نه ما اینمی حکم قبول ندارم که مباح باشه، چرا یک زنده جان است، یک گنجشکی خیلی کوچک، اورم بزنی حیاتش از بین ببری و تو را طعمه خود بسازی، این ظلم است، نعوذ بالله، ما قبول ندارم. اینی آدم کافر است. وقتی که گپار ما بدانیم بعد از او باز درک میکنیم که ایمان ما به چی اندازه است. مسلمان ها واقعا همینطور مؤمن باقی میمانه، یعنی که یک دفعه کلمه خوانده یا از پدر و مادر در دیار مسلمان تولد شده دیگه مسلمان است. با تاسف در طول زمان ها موضوع به می منوال بوده، حتی در فکر و نظری مردمی طور نمیگرده که اسلام نواقص داره. نواقص نه، نواقص یعنی شکننده ها داره، مثل که وضو شکننده داره. وضو داشته باشی خواب مستغرق بری خورخور کده وقت سرت تیر شود گپای مردم درک کده نمیتونی، این وضوی تو نمیشه، نماز سرش خونده نمیتونی. یک میلیون نمازم بخونیم نه تنها که اگر قصدن بخونی کافر میشی، تعظیم الله نمیشه. چرا اسلام نام تابیداری به دین از خود تسلیم به دین میکنی؟ وضو شکننده داره اما اسلام ما شکننده نداره. هر معاملی که انجام میدیم اگر سری قرآن تمسخر میکنیم باز مسلمان است، اگر سری سنت پیغمبر تمسخر میکنیم باز مسلمان است، اگر انکار از فرایض میکنیم باز مسلمان است، اگر نعوذ بالله تک تک احکام اسلام مورد انتقاد قرار میدیم باز میبینی مسلمان است. یک نفر در این وقت پیدا نشد که یعنی بچه کاکای ما، یعنی بیادری ما، این بچه ماما و خاله ما در پیش روی ما اقرار کرده بود که من دین قبول ندارم، من سری از این جنازه نمیخوانم و من شاهدی میدم که این آدم به اینمی عقیده بود. تولی رو گپا نشده، هر کسی که به هر عقیده بوده جنازه سرش خوانده شده، ملا صاحب انوز مدحشام کرده، خصوصا که 5 روپه رو به ملا صاحب داده باشه، اون توصیف اون مدحه.